بسیارت دیشمایا و شلوم حضور دوستان عزیز، با عرض تبریک و تهنیت جهت فرارسیدن خنوکا، جشن نور و روشنایی، امیدواریم که این خنوکای بزرگ بر همگان مبارک باشه. پارشای ویشف اکثریت در قبل از خنوکا و بعضی اوقات هم البته کمتر در داخل خود خنوکا واقع میشه. بحث گوناگون و جالبی در این پارشا موجود هست و این بحث ها که از همش مهمتر فروختن یوسف صدیق است که میفرمان که تا امروز ما هر گونه اتفاقی که برای هر فرد اسرائیل مشاهده میکنیم شکل و بویی از فروختن یوسف در اون اتفاق وجود داره. البته موضوع های دیگر هم این که یعقوبینو یوسف رو بیشتر دوست داره از همه فرزندانش و برای اون پیراهن زربفت درست میکنه. همچنین دشمنی و حسادت برادرهای یوسف هست با اون که میفهمند که بر روی این موضوع خیلی اهمیت بدن پدر و مادرها، تفاوتی بین بچه هاشون قائل نشن یا حداقل ظاهر نباشه مبادا که روی بچه ها اثر بد بذاره. همچنین خوابهای یوسف و اون قضیه پیراهن خونین یوسف که به دروغ آوردن برای باباش و خبر بدی برش آوردن، اون قضیه یهودا و خانوادش و همچنین ورود یوسف به گالوت مصر، ماجرای یوسف با زن پوتیفر و تعبیر خواب وزیران و خیلی از مسائل دیگری که در این پارشا واقعا پارشا خیلی جالب و خیلی کاملی هست وجود داره. میدراش پاسخی رو از سفر ایوب ذکر می‌فرماد و میگه که لو شالفتی بلو شاققتی بلو نختی و یاور روگز، من روی آسایش ندیدم، هیچ وقت راحت خیال نداشتم، آرامش هم نداشتم و حالا بدتر از همه نگرانی و اون بدکامی من رسیده. منظور از لوشالفتی منظور از که روی آسایش رو ندیدم به خاطر عصاف، لوشاققتی راحتی خیال نداشتم به خاطر لاوان، روی آرامش رو ندیدم لونختی به خاطر دینا و یا بروگز کم حالا هم دوچار تلخ کامی به خاطر یوسف شدم. این چهار یسوریم های بزرگ و بسیار سخت زندگانی یعقوب آوینو هست. البته خب یعقوب آوینو یکی از پیامبرانی است که سر تا سر عمرش از زمانی که در بطن مادر بود تا به آخر تمام پر از یسوریم و ناراحتی هاست، ولی این چهار تا سرآمده هم است که حروف دوم نام هر کدوم از این افرادی که باعثشون یسوریم داشت، این چهار تا افراد کلمه ای و یشف رو نام پارشا رو شکل میدن. این چنین هست که حرف دوم یوسف واو هست از کلمه ای و یشف، حرف دوم دینا یود هست، حرف دوم اصاب سین هست و حرف دوم لابان بت که کلمه ای و یشف رو درست میکنن. میدراش این چهار نوع ناراحتی رو و عذاب ها رو که برای یعقوب آوینو فراهم شد نمودار چهار گالوت های اسرائیل میدونن، یعنی گالوت بابل، گالوت مادی، گالوت یوان و گالوت ادوم. البته گالوت مادی رو به عصاو تشبیه میکنن که یعقوب آوینو اومد گفتش که حتسیلینا میاد آخی، حتسیلینا حروف اولشون هامان هست و میاد کمو به اصطلاح مادی هست. و به دنبال اینها آرامبان یک قانون کلی رو ایراد می‌فرماد که کل مش ایرا
لعاوت سیمان لبانی. تمام اتفاقاتی که برای پدران ما ابراهیم اسحاق یعقوب رخ داده پایه‌گذاری برای زندگی آینده فرزندانشون است. به عنوان مثال ابراهیم آبینو که به خاطر قدوسیتش میتبارخ داخل کوره آتش رفت و هشم براش نزد کرد و سالم بیرون اومد، یا اینکه برای اسحاق همینطور، یا برای یعقوب آبینو که پایه‌گذار خاندان اسرائیل هست، یعقوب آبینو که به خاطر این موضوع از تمام پیامبران ما بیشتری سونیم و ناراحتی میکشه. به هر حال همیشه وقایعی که در پارشای شبات ها هست گویای موعد و یا موقعیتی است که در هفته پیش رو واقع میشه. مثل این هفته که ما پارشای وعشب رو داریم، رمزهایی از خنوکا در این پارشا هست. به عنوان مثال پارشای این هفته وعشب، زمانی که برادران یوسف رو در چاه میندازن، میان میگن که هبرق انبومعی، چاه خالیه، در اون آب نیست، ولی میفارش میفهمن که آب در اون نیست ولی مار و عقرب در اون هست. پس چاه بیشتر از 20 اما عمق داره که اونها قادر به دیدن تای چاه نیستند، یعنی چشمشون شلت و مسلط به اون تای چاه نیست. قانونی هم داریم برای خنوکا که شمعای خنوکا رو نباید مثلا در تاخچه یا محلی روشن نمود که بیشتر از 20 اما بلندی داره و ارتفاعشون بالاست، که در این صورت پاسوره، به علت که در حدود میدان دید چشم و نیست و چشم بر اون مثلا مسلط است. و این همون رمز خنوکاست که در این پارشاست. از طرف دیگر این پارشا 112 پاسخ داره که همگی با حرف واو در ابتدا شروع میشه، مثل کلمه ویشه با واو شروع میشه که وای هست، وای از ناراحتی هایی که یعقوبینو داشت. به جز 8 پاسخ که با واو شروع نشده و واو که میدونیم نموداری سختی و ناراحتی هاست برای یعقوبینو، و یعقوبینو سر و عذابهایی که کشید بابت یوسف بود که فروختنش و به اون گفتن که کشته شده، برای فوت زن و دو فرزند یهودا بود، وای برای خود زندانی شدن یوسف هست، وای برای خبر بدی که در مورد یوسف به پدرشون میدن، و همچنین بقیه یه ناراحتی و یه سلوم هایی که در این پارشا موجود هست. و این 8 پاسخ، پاسخ هایی که با واو شروع نمیشن، نمودار 8 روز خنوکا هستن. وای و ناراحتی در خنوکا وجود نداره. مگیلت رود هم سر تا سر تمام جملاتش با واو شروع میشه، به جز 8 پاسخ که بدون واو هست، که وجه تشابه این مگیلت رود این است که ماشیخ بن داوید از خاندان یهوداست و ماشیخ بن یوسف از خاندان یوسف. یعقوبینو در این مورد هست که میبینیم که تمام ماشیخ از نواده های یعقوبینو دارن پا میگیرن. پارشای بعشف که با موضوع ماشیخ ارتباط مستقیم داره، البته نشانهای دیگری هم در پارشا برای خنوکا موجود هست، همانند خوابهای وزیران و غیره که حالا در وقت من نمی گنجه، ولی در توضیح خدمتتون عرض کنم که برادران یوسف که قصد کشتن او رو داشتن، ریوبن برادر بزرگتری مانع میشه و پیشنهاد داد که او رو در چاه بندازن. برادران به احترام این که برادر بزرگتر هست و اولین فرزند، حرف او رو پذیرفتن و این همون جرم رئوون بود که میتونست به عنوان اولین برادر که حرفش خریدار داشت به برادران دستور بده که بگذاری تا به نزد پدرمون برگرده، چرا بگه که در چاه بندازنش. هشم برادر هم فرمود که همونطور که تو باعث شدی که یوسف کشته نشه و در نظر داشتی که او رو، البته
به پدرش یعقوب آوینو برگردونی و نظرت این بود که در چاه بندازن بعدن بیرون رو نجات بدی، من هم بنی اسرائیل رو که از طریق فرزندان تو، یعنی منظورشون یهوشوع است، به پدر آسمانی یعنی به همون سرزمین اسرائیل، من اونها رو به اونجا برمیگردونم، یعنی میدا که نگید میدا. و در مورد رئوون میزاش میفهمد که رئوون احترام مادرش رو خیلی بیشتر از پدرش نگه میداشت، به طوری که زمانی که میره دودای بنیم اون به اصطلاح اون گیاه صحرایی رو هنگامی که برای مادرش جستجو میکنه و میاره که حدود 10 سال بیشتر نداشته و یه پسر بچه کوچک هست، این گیاه بسیار لذیذه و دوست داشتنی و او حاضر نشد که از این گیاه بخوره و اون رو برای مادرش میاره به خاطر که به مادرش خیلی علاقه داره. از طرفی هم زمانی که راخل فوت کرد، یعقوب آوینو بستر راخل رو از اتاق خودش، اتاق راخل، به اتاق بیلها کنیزش انتقال میده و گفت بستر راخل نباید به اومد رئوون گفتش که نباید بستر راخل به اتاق یک خدمه مثل بیلها انتقال پیدا کنه، بلکه بعد به اتاق مادر خودش لئا انتقال پیدا کنه و اومد اون رو جا به جا کرد و این به اصطلاح موضوعی بود که رئوون موضوع رو علاقه نداشت و ناراحت شد. یعقوب آوینو از این موضوع ناراحت میشه که چرا از من سوال نکردی؟ بعد از این ماجرا رئوون پشیمان شد. برادران رئوون دیدن که او احترام مادرش رو خیلی خوب میذاره ولی احترام پدرش رو رعایت نمیکنه، کمتر احترام میذاره و این موضوع بدی بود که باعث بدآموزی بزرگی برای برادران بود که در نتیجه باعث شد که اهمیتی به خواسته پدرشون که یوسف رو دوست داره ندن و قضیه یوسف رو از اون مخفی نگردن، یا اینکه این بلاها رو که بر سر یوسف میارن معلوم بود که از پدرشون هیچ گونه ترس و واهمه ای ندارن و اینکه اون چنان که باید کاودش رو و احترامش رو ندارن. گرچه رئوون تشوها میکنه و این تشوها به عنوان اولین تشوهای یک یهودی در دنیا محسوب میشه، چرا؟ ما دیدیم که قبلا قاین و آدمارشون هم اونا هم تشوها کردن، ولی خب چطور که رئوون اول هست؟ اینه که بفهمان که قاین و آدمارشون که تشوها کردن، تشوهاشون مخصوص خودشون صرفا به خاطر وضعیت خودشون بود که خطایی کردن و تشوها کردن، ولی رئوون تشوهایی که کرد به خاطر بدآموزی اطرافیان بود، به خاطر اینکه اطرافیان رفتار اونو دیدن و اونها هم یاد گرفتن. خزار میتونن هر کسی که دیگران رو به خطایی میندازه به او فرصت تشوها نمیدن. مثال میدن که کسی که آب میخوره، مثلا داره آب ایلیوان آب میخواد بنوشه، بعد برهیون براخا بگه، اگه براخا نگفت 3 تا جرم و خطا انجام داده. چطوری؟ اولا که شکر هشم رو نگفته، اون براخا که بعد بگه نگفته و بدون اجازه آب نوشیده که ما اجازه نداریم هیچ چیزی رو بدون براخا استفاده کنیم و گازل استفاده میشه، به عنوان گازل حساب میشه برای ما. دوم برای کنسیت اسرائیل بود براخا و برکت رو بیاره که نیورده بود که ما با گفتن هر براخایی رو برای جماعت اسرائیل براخا و برکت میطلبیم. سوم که باعث به خطا افتادن دیگران بعد بدآموزی مردم میشه، یعنی وقتی ما براخا نگفتیم مردم هم نگاه عمل ما میکنن و اونا هم اهمیت نمیدن و براخا نمیگن، پس ما در اینجا مقصر خواهیم بود. رئوون متوجه میشه که به خاطر رفتار او بقیه برادران هم به پدرشون خاری آورده و اهمیتی بهش نمیدن. به هر حال تنها میزبانی که از ربانی ما داریم که مهدرین هست، همین افروختن شمعهای خنوکا سرات بقیه میزبان مهدرین هستن، مهدرین ساده، ولی خنوکا مهدرین مین هم هدرین هست و روش تاکید بسیار شده. شمعهای خنوکا معمولا در جلوی درب منزل، البته در اسرائیل، یا پشت پنجره ها روشن میکنن
به عنوان به اصطلاح پیرسومینس که مردم ببینن و یاد معجزات هاشم بیفتن و اونها هم بیاموزن و در مورد شمع‌های خنوکا خاص شلوم خاری یا سستی نکنه و خیلی زودتر و به موقع خودش شمع رو روشن کنن. ایام خنوکا همطور که من در دارش دو سه روز قبل هم خدمتتون عرض کردم که اهمیت خنوکا چقدر زیاد هست، میدونیم که اتراتسون تمام دروازه‌های آسمان در این 8 روز باز هستند، بسیار بسیار مسوگال و ممتازه برای یافتن زیبود که آدم تفیلا بخونه، به نورهای شمع خیره باید بشه و تفیلا بخونه، برای فرزندان خوب و تلمید خواهم، برای رفاه شما، برای پرناسا، برای حل هر گونه مشکلاتی که انسان داره، حتی برای دادگاه ها، هر گونه شالوم بعید همطور که میفهمد ایش و تو و رمز اتحاد این موعد، برای همه اینها مسوگال هست و واقعا مؤثر. ما تو برخایی که هر شب داریم میخونیم و مشترک در هر شب هست، یکیش لردیق نهر خنوکا و یکیش شه آسان نیسیم، این دو برخا رو ما هر شب داریم، فقط شه یانو هست که شب اول اضافه است. اگه این دو برخا رو یعنی لردیق و شه آسان نیسیم رو دقت بفرمایید، هر دو دارای 13 کلمه هستن که 13 خودش اخاده رمز اتحاده، ولی دو تا جم دو تا برخا با هم 26 کلمه میشن که اونم نام بزرگش میدبرخ هست که با روشن نمودن شمع ها به اصطلاح ما هشم میدبرخ رو به منزل خودمون دعوت میکنیم. هنگام روشن نمودن شمع تمام نشامه های پدران ما تا برسه به آدم باریشون همگی حضور پیدا میکنن در نزد ما یا شاهد این میسوا هستن و میسوا رو برای ما برخاش رو برای ما جا میذارن. خنوکا در میدونیم که در دو ماه کیسلو و تبت هست که هیچ کدوم از موعدهای ما در دو ماه نیستن، در هر کدوم فقط در یک ماه هستن و این نشونه برتری خود خنوکا است که واقعا اهمیت زیاد داره. امیدواریم که این جشن بزرگ، جشن نور، جشن خنوکا بر همگان مبارک باشه و به میمنت باشه و همگان به هر آرزویی دارن به خوبی و به زودی و راحتی برسن. خنوکا سامه اخشبات چلون مورخ.